در طول شب چندین بار پرستارا صدام کردند. چون خونریزی جراحتم بند نیومده بود، مرتب ملافه‌ها رو که تا کمرم خیس خون بود عوض میکردن. میخواستن لباسامو قیچی کنن، میگفتند خون خوش شده به لباسات آلوده است. نذاشتم. با اصرار شلوارمو قیچی کردند و لباس بیمارستانی به من پوشوندند. بعد دستگاه‌هایی آوردند که به صفحه تلویزیونی وصل بود. منو به پهلو خوابوندند و سیمای دستگاه رو به دست و پام زدند و یک چیز کلاه مانندم سرم گذاشتند. نمیفهمیدم چه کار میکنم. روز بعدم نمیدونم چطور گذشت. اصلا به حال خودم نبودم. یه بار شوک الکتریکی روی دست و گردنم گذاشتند. سوختم و صدام در اومد. در حالی که روی پاهای ورم کردم چیزی حس نکردم. صبح روز دوم، در واقع صبح 22 مهر، با درد بدی بیدار شدم. انگار از یک خواب طولانی بلند شده بودم. به وضع و حال خودم نگاه کردم. همینطور دمر خوابیده بودم. بی‌حسیم برطرف شده بود، در عوض درد شدیدی در کمر و پاها، خصوصا پای راستم داشتم. پرستارا رو صدا زدم، گفتم طبیعیه. تا الانم چون بی‌حس بودی این درد رو متوجه نمی‌شدی. الان برات مسکن می‌زنیم و شب اعزامت می‌کنیم. گفتم نه تو رو خدا، نه، من نمی‌خوام برم. پرستار خوش اخلاقی با خطاب قرار دادنم منو از فکر و خیال بیرون کشید. گفت به به، چه عجب خانم بیدار شدم. امروز حالت خیلی بهتر از دیروزه. بعد کیسه خالی خون و سرم از دستم جدا کرد. رگام خشک شده بودن. انگشتای دست و پام کبود شده بودن و ورم کرده بودن. دوست داشتم مچاله بشم و دست و پامو جمع کنم. از گرسنگی داشتم میمردم، ولی خجالت میکشیدم بگم گرسنم. پرسیدم باز میخواید به هم سرم وصل کنید؟ گفت نه، دیگه از امروز میتونی غذا بخوری. رفت و یک بیسکویت ویفر آورد و دستم داد. در حال خوردن بیسکویت بودم که زینب خانم، لیلا، زهره، سبا، حسین و عبد محمدی با راننده آمبولانسی که منو از صندوق خارج کرده بود وارد بخش شدن. زینب قبل از همه به طرفم دوید، سرمو بغل کرد و بوسید و گفت دختر، تو برای چی رفتی این بلا رو سر خودت آوردی؟ من جواب مادرتو چی بدم؟ نگفتی میری خطی اتفاقی برات میفته؟ این مادر بیچاره چطوری باید تحمل کنه؟ گفتم حالا که طوری نشده، میبینی که سرمو رو گندم. زینب که کنار رفت، دخترها یکی یکی جلو اومدن و رومو بوسیدند. لیلا با اون که آروم بود، ولی تو چهرش ناراحتی و نگرانی رو میدیدم. تو گوشش گفتم باور کن چیزی نیست، یه ترکش کوچولوه، خیلی کوچولو. حسین ایدی هم که انگار مسئول وقوع این حادثه بود، با ناراحتی گفت آبجی تو نباید میرفتی، وظیفه من بود که برم. گفتم منو که به زور نبودن، تازه من تو امدادگری. گفت اون از عبدالله، اینم از شما، یکی یکی دارید مجروح میشید. من از خودم خجالت میکشم که هنوز سالمم. زینب گفت قرار نیست که همه مجروح و شهید بشن، اینجوری کی جلوی دشمن رو باید بگیره؟ بعد پرسید وضعت چطوره، چی کار باید بکنی؟ توی خواب و بیداری شنیده بودم جزو اعزامی‌ها هستم. از ترس این که منو به ماهشهر اعزام کنن، تصمیم گرفتم با اینا به خرمشهر برگردم. به همین خاطر در جواب زینب گفتم هیچی دیگه، بعد برگردم خرمشهر. به هم گفتن میتونم برم. با تعجب گفت با این وضعت برگردی خرمشهر؟ مگه میشه؟ دخترها هم گفتن بذار بریم بپرسیم چیکار باید بکنیم، چی شده که گفتن تو مرخصی؟ گفتم نه نیازی نیست، اینا سرشون شلوغه، بیاین بریم. قبول نمی کردن. من با اصرار توجیهشون کردم و دخترها کمک خواستم، منو روی تخت نشوندن. سنگینی بدی توی پاهم احساس می کردم.
گفتم زیر بغلمو بگیریم. زینب و لیلا پاهامو که به اختیارم نبودند از تخت آویزون کردم. بعد دستامو روی شونه های این دو نفر انداختم. زینب و لیلا را افتادن. منم که نمیتونستم قدم بردارم، پام رو زمین کشیده میشد. تا از سالن بیرون بیایم دلخوره و استراب داشت منو میکشت. دعا میکردم کسی منو نبینه و دروغم آشکار نشه. از سالن که خارج شدیم کمی خیالم راحت شد، ولی تا از بیمارستان بیرون بیایم و تو جاده اصلی بیافتیم دل تو دلم نبود. وقتی به پمپ بنزین رسیدیم به سختی روی دستام بلند شدم و از پشت شیشه بیرون رو نگاه کردم. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. از روی پل بوی شط می اومد و قند تو دلم آب می شد. قوقایی توی دلم مرتب خدا رو شکر می کردم. دلم خیلی برای بابا و علی تنگ شده بود. هر وقت سر خاکشون می رفتم احساس می کردم با من حرف می زنن. منو از بالا میبینند و حرفامو میشنوند. با نزدیک شدن به مطب شیبانی خوشحالیم چند برابر شد. دلم برای اینجا هم تنگ شده بود. به محض اینکه به مطب رسیدیم همه دور آمبولانس جمع شدند. دخترها زیر بغلمو گرفتن. از پله‌های جلوی مطب به سختی گذشتیم. بچه‌ها پاهامو بلند کردند و از پله‌ها بالا گذاشتند. توی مطب دکترای اعزامی هم جلو اومدند و خوش آمد گفتند. وسط حال مشغول سلام و احوال پرسی بودیم که دکتری از اتاق تزریقات بیرون اومد. تا چشمش به من خورد پرسید این از چه ناحیه ترکش خورده؟ بچه‌ها گفتند به ستون فقراتش خورده. گفت با این وضعیت چرا برداشتین آوردینش اینجا؟ گفتن مرخص شده. گفت خب با این وضعیتی که داره نباید زیاد بهش فشار بیاد، ببرین یه جا بخوابونیش. بچه ها منو توی اتاقی بردند و روی موکتی که زیر اون یه تیکه مقوا پهن بود خوابوندند. همون دکتر وقتی دید من دمر خوابیدم گفت کی گفته این مرخصه؟ گفتن خودش گفته. داد زد خودش بی خود گفته. این اعزامیه، کی گفته این مرخصه؟ بعد با عصبانیت جلو اومد و ملافه رو از روم کنار زد و زخما که دوباره به خونریزی شدید افتاده بود نگاه کرد. بچه ها هم عکس کمرم رو نشون دادن. عصبانی تر از قبل بچه ها رو دعوا کرد و گفت نمیگید قطع نخا میشه؟ نمیگید تا آخر عمرش فلج میشه و بالی گردن بقیه میشه؟ بچه ها هاج و واج مونده بودن. اونقدر من عادی برخورد کرده بودم که باورشون نمیشد. گفتن واقعا ما نمیدونستیم اینقدر حالش بده. خودش گفت خوب شدم، اصرار داشت که برگرده. گفت این خانوم بگه شما ندیدید محل زخم کجاست؟ خودش که وضعیت خودشو نمیدونه. اگه این الان فلج بشه شما هم مقصرید. گفتم من که چیزی نیست، خوب میشم، یه زخم سطحیه. با عصبانیت گفت تو دکتری یا من؟ تو الان میتونی سر پا وایسی و خودت را بری؟ گفتم نه. گفت پس برای چی میخوای بمونی اینجا؟ اگه الان اینجا رو بمبارون کنن و همه فرار کنن تو میتونی بری یه جا پناه بگیری؟ نمیدونستم چه جوابی بدم. گفتم خدا بزرگه. گفت یعنی چی؟ خدا عقل داده، تو میخوای با این کارات دستی دستی خودتو فلج کنی؟ اگه من دکترم و تخصصم ارتوپدیه، تشخیصم اینه که تو اصلا نباید توی منطقه بمونی، باید مستقیم بری ماهشهر. خیلی ناراحت شدم. اگه میتونستم راه برم و مطب را هم نمیدادن میرفتم مسجد جامعه. اگه اونجا هم نمیگذاشتن بمونم میرفتم جنت آباد مثل اول. اونجا دیگه کسی نمیتونست حرفی بزنه. ولی بدبختیم این بود که از ایستادن و راه رفتن عاجز بودم. دکتر گفت پانسمان زخمشو عوض کنید.
دخترها زخم و شستشو دادند و دوباره پانسمان کردند. خود دکترم یه آمپولی که آنتیبیوتیک قوی بود آورد و گفت این زخم هیچ شرایط بهداشتی نداره، اگه عفونت کنه قطع شدنش حتمی. گفتم به دستم بزنید. آمپول چنان دستم رو سوزوند که در تمام بدنم احساس سوزش کردم. خیلی خودم رو کنترل کردم گریه نکنم، در حالی که از درد به خودم میپیچیدم توی دلم گفتم هم دکتره علکی میگه و بالی گردنتون میشه، این میخواد منو از سر خودشون باز کنه، نمیخواد به من رسیدگی کنن، اینطوری میشه. من نهایتا تا فردا خوب میشم و میتونم راه برم. وقتی حسین اومد و گفت وانت خبر کرده، از این دکتر خیلی بدم اومد. بچه ها دورم رو گرفتن، یکیشون گفت تو به ما کلک زدی، اگه میدونستیم وضعیتت خطرناکه اصلا نمی آوردیمه، حالا با این کارت با دست خودت برگه اخراجتو امضا کردی. اینو که شنیدم خیلی به هم سخت اومد، اشکم در اومد. با گریه و التماس به دکتر گفتم اجازه بدید من بمونم، تو رو خدا صبر کنی، من تا فردا حالم خوب میشه، قول میدم منو نبرید. دکتر در حالی که هم خندش گرفته بود و هم دلش به حال من میسوخ گفت آخه مگه دست خودته که قول میدی خوب بشی؟ ما که بد تو رو نمیخوای، ما که دشمن تو نیستیم. گفتم به خدا من کاری نمی کنم که مزاحمتون باشم، من وبال گردن کسی نمیشم، هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. گفت کاری از دستت بر نمیاد، چه حرفی میزنی؟ گفتم چرا، همینطور که اینجا افتادم پنبه الکل درست میکنم، اصله تمیز میکنم. گفت دختر من، خواهر من، به خاطر خودت میگم باید بری، وگرنه موندنت که برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، برای خودت مسئله ساز میشه، بمونی فلج میشی. برو سلامت که شدی برگرد به شهر، تا اون موقع انشالله دشمن گورشو گم کرد. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها، آتش بدن من ز نفرت دارم، رد نفیر پنجره ها، سوز این آتش خدا نور را پنجره را، نور پشت پنجره دارد ز نگاهم خاطره.